از حالا از خانم سرکار خانم مترا یوسفی که خودشون یکی از قربانیان طلاق‌های اجباری در سازمان مجاهدینه. من واقعا شاید شماها کم و بیش شاید در مورد مسائل طلاق‌های اجباری در جریان باشین، ولی بسیاری از شما اعماق این واقعا چی بگم جنایت باید تلقی کرد، یا در واقع یک کاری که واقعا فراتر از اون چیزی که به نام نقض حقوق بشر ازش نام میبریم. در واقع یکی از قربانیانش سرکار خانم مصرا یوسفی هستن که ازشون خواهش میکنم که در این مورد سخنرانیشون یا هر موردی که خودشون تشخیص بدن سخنرانیشون آغاز. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. بررسی کنندگان حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر به آستانه قسمتی از دردای ما رسیدن و قسمتیشو آوردن، ولی واقعا اون کاری که مجاهدین با قربانیان خودش کرده و با آدمهایی که در حال حاضر در درون مجاهدین هستن واقعا از توصیف و خارجه و از فهم آدمهایی که اونو درک نکردن هم خارج، یعنی میتونن یک مقداری رو بفهمن ولی درک کل تمامش رو فقط باید لمس کرد که ماها هممون لمس کردیم. و همینطور در این جلسه در آغازش تجلیل به حقی از مادر رضوان شد که به نظر من مادر رضوان شخصیت زن مبارز، زن معترض ایرانی رو که در دستگاه مجاهدین به لجن کشیده شده احیا کردن. و مسائلی هست، مسائل بسیاری در مورد بچه ها آقای حائری گفتن در این موارد که من فکر میکنم بهترینشو من دوست دارم که از زبان خانم بتول احمدی بشنوم که ایشون تجربه خیلی دردناک از این مسئله داره. صحبت از اون گرداب حائل، هر کدوم از ما که از مجاهدین اومدیم بیرون هنوز یک پامون تو اون گرداب هست. دیشب برادرمون دوستمون فرهاد جواهری، ایشون دیشب حالش بد شده بود، گرفتار فشار عصبی شده بود که اورژانس اومد و بهشون رسید و این برای خود منم پیش اومده بود. من یک بار ضمن تکرار ماجراهایی که مجاهدین برای من پیش آوردن برای یکی از بستگانم واقعا بیهوش شدم، حالت تهوعی در همون حالت بیهوشی، خیلی وضعیت خیلی بدی، اورژانس پیدا کردم رفتم بیمارستان خوابیدم. یعنی این اون گرداب حائل که حالا وقت میخواد تا بیشتر دربارش صحبت بشه. برای خود من خودم بهتر میبینم که اینجا صحبتی درباره زن مجاهد کنم. البته این که من به عنوان قربانی طلاق‌های اجباری یا هر چیز معرفی شدم، به طور عادی ممکنه برای یک آدم این که قربانی معرفی بشه زیاد زیبا نباشه، ولی حقیقت این که هستیم، ما قربانیان مجاهد هستیم و زن مهمتر از همه خود زن مجاهده، زنهایی که الان در درون مجاهدین هستن. زن مجاهد در حقیقت وقتی شروع کرد نشاندهنده، یعنی سمبول زن معترض ایرانی بود که با بر علیه شرایطی که بود میخواست معترض اعتراض کنه و شعله‌ای بود که روشن شد، ولی به طرز خیلی اسفباری در داخل مجاهدین خفه شد این شعله و شدن فقط وسیله‌ای شد، همونطور که مثل کودکان که، یعنی مجاهدین رجوی مجاهدین انسان رو از انسانیت خودش خارج میکنه، تبدیل به یک وسیله‌ای میکنه. زن مجاهد الان فقط وسیله‌ای در دست رجویه. زن مجاهد زنیه که مدت‌ها سال‌هاست از اون موقع که وارد مجاهدین شده یک صفحه کتابی، یک مطلبی، هیچی نمیخونه، کوچکترین رابطه‌ای با دنیای بیرون نداره. سمبول مجاهدین شده زنی مثل زن جنایتکاری مثل مریم رجوی، سمبول مجاهدین شده زن واقعا پست فطرت و پست کرداری مثل مهوش سپهری که در داخل مجاهدین هر زنی که میره زبان به اعتراض باز کنه تا موقع در درون مجاهدین متهم میشه به خیلی معذرت میخوام به غرایز جنسی. مهوش سپهری یک بار به خانومی که میخواست مشکلاتش رو اجرا کنه بهش گفت، مشکلاتش رو ادا کنه بهش گفت که چی میخوای؟ مرد میخوای؟ شوهر میخوای؟ میفرستمت به جایی که هر طرف برگردی، هر طرف نگاه کنی یک مرد عرب باشه. در حقیقت زندان ابو غریب رو
برای اونا رو تهدید میکرد به اون زندان. یا مثلا یک بار دیگه خانومی بود که اومده بود توی سال چندین سال پیش، 15 سال پیش، خانومی بود که قبول کرده بود تبلیغات مجاهدین رو در آمریکا، قبول کرده بود که بیاد 2 ماه برای مجاهدین کار کنه، زحمت بکشه در عراق. این خانم اومد این کار کرد و خیلی لطف کرد و 2 سالش رو با وجود این نارضایتی که داشت تبدیل به 2 سال کرد. ولی موقعی که میخواست بره، فائزه خانومی هست به نام که بعدن به دست خود مجاهدین کشته شد در ترکیه، ایشون برگشت به خانم گفت تو زن بدکاره هستی. یعنی شروع کرده بود به پرونده سازی برای این آدم هایی که میخوان برن، کاری که با همه ما میکنه. به ما میگن که ما وابسته ایم، به ما میگن ما نمیدونم تهمت هایی میزنن، از جایی تقویت میشیم. ولی به نظر من هر آدمی که بهش ظلم میشه حق اعتراض بر علیه اون ظلم رو داره و از همه و از اون بالاتر. یعنی نمیخوام جدا کنم مسئله فردی و مسئله اجتماعی، ولی نه تنها حق داره بر علیه ظلمی که بهش شده اعتراض کنه، و بلکه وظیفه داره به عنوان یک زن، به عنوان یک آدم که تجربیاتی که دیده به آدمای دیگه منتقل کنه که دیگران مثل اون گرفتار نشن. همین، من فکر میکنم که زن مجاهدین الان ننگ زن ایرانیه. زن مجاهد موجودیه که اصلا نه ذهنش کار میکنه، نه مجبور از عاطفه مادریش بگذره، مجبور از عاطفه عاشقانه به همسرش بگذره، مجبور همسرش رو ملعون خطاب کنه، مجبوره که از طرف همسرش افریته خطاب بشه. به هر حال ما خیلی به قول اون فیلمی که نشون دادن، ادوارد برادرمون میگفت ما هیچ وقت از پای نمیشینیم، از تهدیدهای مجاهدین نمیترسیم و به روشنگری خودمون ادامه میدیم. و این قطعنامه حقوق بشر در حقیقت مهر تاییدی بود بر حرفایی که ما میزنیم، ولی حالا راه درازی داره تا اینکه باز هم باز بشه. جای یاسر عزتی اینجا خیلی خالیه به نظر من. اون همونطور که مادر سمبل مادر ملت ایرانه، یاسر هم سمبل فرزند شجاع ملت ایرانه که در فرصت‌های حتما به حرفای اونم گوش میدیم. من همین، حرف بیشتری برای گفتن ندارم. خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم مصرا یوسفی و امیدوارم که موفق باشن در کارشون. حالا از آقای فرهاد جواهری یار که یکی از دوستان عزیز ما هستند و لازمه که من در واقع از ایشون با عنوان کسی که توی زندان مقاومت زیادی رو کردن، الان همین الان که داشتم فکر میکردم خاطره به ذهنم رسید که دوست دارم حالا فضای جلسه هم در واقع یه مقدار تغییری داده بشه خدمتون بگم. من رو در واقع تحویل زندان، از زندان انفرادی سازمان تحویل زندان اطلاعات امنیت عراق توی بغداد دادن. اون زندان مخابرات صدام توی بغداد بودش، ساختمون سفید رنگی بود. وقتی ما رو بردن اونجا، من خب چشم‌بند داشتیم دیگه، وقتی با لباس زندان رفتم اونجا دیدم که یکی هم پشت سر من آوردن، بعد من و فرهاد هم در واقع بغل دست من ایستاده بود. ولی من اون موقع به اصطلاح تصوری که از سازمان داشتم، به خاطر اینکه توی ستاد اطلاعات سازمان و ستاد امنیت سازمان کار میکردم، در واقع فردی رو به افراد دیگه نزدیک میکنه تا بتونه در واقع اطلاعاتشون رو بگیره یا در واقع بفهمه که طرف در چه مواضع سیاسی قرار داره. فرهاد وقتی که آقای جواهریار اومد نزدیک من، گفتش که تو کدوم زندان بودی؟ اشرف بودی یا فلانجا؟ من بسیار جا خوردم و گفتم که حالا الان وقتی این حرفا نیست. پیش خودم اون لحظه فکر کردم که خب این نفر نفوذی سازمانه که اومده تو همین مخابرات عراق که میخواد منو بفهمه که من هنوز رو موازم هستم نیستم، بفهمه که من چی کار میکنم. ولی وقتی پاشو، انگشته پاشو که نگاه کردم، دیدم که ناخنهای پای فرهاد در واقع بلند شده بود و میدونید که توی سازمان چیز تیز به خاطر که ترس از خودکشی میداشتن که ما خودکشی بکنیم نمیدادن. ولی من از همین پای آقای جواهریار ناخونهای بلندی که داشت که نشون دهنده این که سالها زندان رو اونجا
تو زندان‌های انفرادی سازمان بوده و ناخونگیر حتی در اختیارش قرار نمی‌دادن که ناخونش رو بگیره و یک بچه تشابهی رو بین خودم و اونجا ایشون احساس کردم، مطمئن شدم که نه، این نفر سازمان نیست، یکی مثل خودم هستش که در واقع ما تونستیم از همون موقع توی زندان هسته هایی رو تشکیل بدیم که خب در صورت بتونیم وقتی که تو فضای آزاد اومدیم این کار رو دنبال بکنیم. آقای فراد جواریار واقعا یکی از زندانیان مقاوم توی زندان ابو غریب بود و همینطور الان در پیشبرد امر انتقاد از سازمان مجاهدین یکی از عوامل مؤثر هستش. خواهش میکنم که صحبتشون رو شروع بکنن. با تشکر از حوصله‌ای که خرج دادین. آقای صبحانی تعریف زیاد کردن، ولی خب حالا اینجوری همه زندانی ها اونجا یه سرنوشت داشتن، این زندان های جمهوری اسلامی. من در رابطه با این گزارشی که منتشر شده یه نکته میگم. میرم الان سازمان تازگی شروع کرده یه فیلمی راجع به حلق‌آویز کردن سه نفر تو خرم‌آباد نمایش دادن. اصلا من نمی‌فهمم چه ربطی به این گزارش داره. می‌خواد این گزارشو برای من سوال میگه نگاه کنید تو جمهوری اسلامی چی کارا میکنن. خب اینو که ما خودمونم میدونیم، ما بدترش هم دیدیم. ما زندان اوین بودیم، ابو غریب عراق هم دیدیم، قزلصاق، گوهردشت، اینا رو همه رو لمس کردیم. من خودم 4 سال تو این زندانا بودم، صحنه‌های فجیع‌تر از اینی که سازمان داره نشون میده دیدم. من هیچ وقت اون راهروهای بازجویی بند 209 یا زندان داسرا رو یادم نمیره. خب من خودم در اتاق بازجویی بودم، شاهد بودم یه خانمی رو انقدر کابل زدن خب مرد. اونجا سر صداش میادن تو ما نمیتونستیم چشامون رو وا کنیم ببینیم، ولی خب صداها رو میشنیدیم. بازجو میگفت مرد زیر کابل، گفت به درک. بعد لای پتو پیچیدنش همون کنار دست ما اونور راهرو ولش کردن رفتن. ولی سازمان مجاهدین اومده دستاویز قرار داده، میگه نگاه کنید جمهوری اسلامی چقدر شکنجه میکنه، چقدر جنایت میکنه، زنها و بچه‌ها، اعتیاد، فساد. پس خب بنابراین یه مجوزی من برم تو عراق شروع کنم شکنجه کردن. خب من که کمتر شکنجه میکنم، اون 30 نفر رو میکشه، من همه مثلا 5 نفر رو میکشم. یه مقیاس این مدلی بسته برای خودش، میگه در مقابل اون سیاهی که مثلا جمهوری اسلامی داره و عالمگیر 70 میلیون زیر دستگاه دارن لیم میشن، خب من با صدام حسین سرنگون کنم. تای کار من اینه چی در میاد؟ آزادی مردم ایران در میاد. تای کار جمهوری اسلامی چی در میاد؟ فساد و فقر و فلان. خب ولی این دستگاه مثلا چپندر قیچیه، بعد حقیقت رو دور زدنه. این قلب واقعیته، واقعیت نداره. شما با زندان و شکنجه نمیتونید برای مردم ایران آزادی بیارید. بعد تبلیغات سوءتون هم خب ممکن در لحظه تاثیر بذاره. خب راست میگم، مردم نگاه میکنن میگن واقعا با این رژیمی که همچین جنایتی میکنه چه چاره ای هست؟ چیکار باید بکنیم؟ به کجا باید مثلا دست راست کنیم؟ کسی ما کمک بکنه ما از شر این جنایت و فساد و فحش آزاد بکنه؟ سازمان مجاهدین دیگه حتما دیگه، نه؟ چون سازمان مجاهدین بخواد در سریع ترین زمان ممکن با راحت ترین روش ممکن برسه تهران و رژیم رو برداره و خلاصه یک شبه هم آزادی و دموکراسی و فراوانی و ارزونی و همه چی به ارمغان بیاره. در حالی که اینجور نیست. ما خودمون تو این مناسبات سازمان مجاهدین بودیم. انسانیت، یعنی چیزی که تعریف مثلا کلمه حقوق بشره. حقوق بشر خب میبینیم تعریف‌های مختلفی داره. جمهوری اسلامی میگه که این اعلامیه حقوق بشر به درد نمیخوره چون تک تک افراد رو به رسمیت شناخته شده، در حالی که ما امت اسلامی هستیم. حق و حقوق امت اصلا فراتر از حق و حقوق انسانه. سازمان مجاهدین هم یه همچین پیش‌فرضی داره، خب البته اعلام نمی‌کنه. یه تو اطلاعیه سازمان مجاهدین هست یه چیز مسخره‌ای به اسم مرکز حقوق بشر در سازمان مجاهدین. خب این اصلا من تا حالا بجز اون جمله‌ای که اینا تو اطلاعیه‌شون استفاده می‌کنن هم چیزش وجود داره، نه کسی مسئولش داره معرفی شده، نه یه بیلان کاری داده، نه گفته مثلا چقدر این کار تو این کمیسیون مثلا حقوق بشرش یا مرکز حقوق بشرش چه رفتاری مثلا پیگیری شده، هم چیزی وجود نداره. بنابراین این فجایعی که به واسطه جمهوری اسلامی اتفاق میفته هیچ دلیل این نیست که سازمان مجاهدین هم بتونه که مثلا با دست باز زندان شکنجه بکنه. البته من امیدوارم این گزارش ادامه پیدا کنه. بچه‌ای که فرصت نکردن به اصطلاح اطلاعات بیشتر از ما داشتن در اختیار این به اصطلاح سازمان دیدبان حقوق بشر یا مجامعی که بالاخره دستشون تو کاره میتونن فریاد اینا رو به اصطلاح به منصه ظهور برسونن، ببرن جایی. بالاخره سازمان مجاهدین مجبور به عکس العمل بشه. نکته جالب این گزارش اینه که سازمان مجاهدین تا امروز حاضر پاسخگویی نشده که بگه آقا مثلا این بر اساس این دروغه، فقط فریاد میزنه اینا مزدورن. خب باش مزدورن، نمیدونم با واسطه سیان آمریکان. این گزارش که دل جمهوری اسلامی بیرون نیومده که، یه سازمان به اصطلاح معتبر بین المللی تو آمریکا این گزارشو به اصطلاح منتشر کرده.
نکته جالبش هم اینه که این سازمان دو هفته بعد یه اطلاعیه صادر کرد، گفتش که راجب انتخابات ایران که محکوم کرد، تو سایت سازمان موجودی منعکسه، اینو براشون علم کردن که دیدین این همین سازمانی که تا دیروز چیز بود رژیمی بود، این حرفا، حالا که اطلاعیه داد یک شبه برگشت، بهش استناد کردن که این هم سازمان با این به اصطلاح با این کپکب و دبدبش هم اینم حرف ما رو تایید میکنه، میگه انتخابات تو ایران دموکراتیک نیست. خب این یک بام و دو هوا که نمیتونه اینجوری ادامه پیدا شه پیدا کنه. بالاخره ما از این فرصتی که بنده استفاده میکنم، چون مطمئنا این بالاخره اطلاعات و اخبار فیلم ها منتشر میشه، مخاطب ما خانم رجوی، آقای ابریشمچی و سایرین هستن که بالاخره میان تو تلویزیونشون یه طرفه یخه چاک میدن و میگن دروغه، دعوت میکنیم. خب ما اینجا نزدیک شما ایم، یه همچین کنفرانسی دعوت میکنیم، میشیم حرفامون رو بزنیم، شما همون مدارکی که جلو دور میگیرین رو بیارین، ما هم شاهدین زنده. خالته ما نتونستیم دست خط بگیریم از آقای رجوی، نتونستیم بگیم که بشین صبر کن من صدا رو ضبط کنم به عنوان سند ببریم، ولی خب میتونیم با استدلال، همونجوری که یکی از پشتیبانان این گروه آقای رجوی گفت، گفت وقتی که یه متهمی یه چیزی یک قربانی صحبت میکنه، از لحن صحبتش، از تو چهرهش میشه فهمید که این داره راست میگه یا دروغ. خب ما میشینیم اینجا دوربینا ضبط کنن دیگه، مشکلی که نداره، تهدید و ارهابی هم در کار نیست، ما که وحشتی از اونا نداریم، در طبق قوانین به اصطلاح جساری و جاری اونا بزرگترن، قویترن، امکانات بیشتری دارن، میتونن یک ساعته یا یک شبه ما رو بسوزونن و بور کنن و برای همیشه به اصطلاح حیات این داستان خاتمه بدن. من اینا رو دعوت میکنم، البته من که نه، طرف دوستانم، که بیایم یه همچین بحثی رو بذاریم، این مناظره رو پیش ببریم، سازمان مجاهدین هم راحت بشه، ما هم راحت بشیم، بالاخره به نتیجه برسیم که خب اون علمش رو هوا میکنه، میگه آقا من این کارا رو کردم، خب اینا قربانیش رو خوب کردم، خب شاید مردم بهتر قبول کنن تا اینکه فریاد میزنه دروغه دروغه، اینا همش عوامل رژیمه. خیلی ممنون وقتی که به من دادید.